به نام یاد خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینده های عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی. امید که جور ساعت و سلامت باشین و چه خوب است ما تا ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز همراهی کنید و تنها نگذارید. شما هیزان میتونین جهت حمایت از برنامه رسم زندگی صفحه رسمی رسم زندگی را لایک بکنید، کامنت بگذارید و همچنین ما منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات تک تک شما هیزان هستیم. از طریق راه های ارتباطی برنامه 48 کلیچار اف در اختیارتان است و نظر به موضوع برنامه میتونین به شماره تماس 02-220-93 تماس بگیرید. موضوع قرار است امروز روش بحث داشته باشیم با مهمان برنامه مان، فواید اجتماعی رمضان از دیدگاه روانشناسی، با مهمان برنامه مان آقای امید عزیزی که استاد دانشگاه هستند، در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت هایی می داشته باشند. سلام استاد، خیلی خوش آمدین. سلام، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون خورشید. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همگی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و ثمره طاعات و عبادات کشور و مردم ما در آسایش و آرامش به دور از جنگ و جنجال و بدبختی و بیچارگی زندگی خود به پیش ببرد. تشکر، سلامت باشین. استاد، چه خوب از در نخست در رابطه به فواید اجتماعی رمضان یا ماه مبارک رمضان از دیدگاه روانشناسی یا از نگاه روانشناسی بر ما بینده های عزیز بگویید. زمانی که از بعد دینی یک مطلب را بحث کنیم، فقط به فرامین و مسائلی که در او دین یا در چارچوب از او آیین مطرح شده بیشتر به موضوع پرداخته میشه. اما زمانی که از دیدگاه روانشناسی به عنوان یکی از شاخه علوم تجربی به یک مطلب یا به یک عنوان یا به یک عبادت دینی نگاه میشه، باید چند دستبندی انجام شود. اول دستبندی ما این است که وقتی یک عبادتی را به عبارتی در چارچوب یک اعتقاد یا در چارچوب یک دین و آیین ما میپذیریم، اول زمینه یا لزوم خود اون عبادت را در داخل از دین و از طرف دیگر در اجتماع و انتظاراتی که اجتماع داره مورد بررسی قرار بدیم. بعد از اون میزان عمل مردم به او دستور یا به او به عبارت فریضه دینی و در نهایت اثراتی را که میتونه در جامعه مترتب شود در مرحله آخر میتونیم که بحث بکنیم. خب در ابتدا بحث ما میپردازه به اینکه چرا اصلا در اسلام امیروزه وجود داره، دلیلش چی است، به خاطر چی مطلب فرض شده. اگر به طور کلی نگاه بکنیم، روزه هم مثل بسیاری دیگه از دستوراتی که در دین اسلام هست یک هدف مشخص و یک هدف اساسی و جدی را دنبال میکنه. حتما شما آیه را در سوره مبارکه بقره دیدین که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شد همانند امت هایی که قبل از شما بودند و روزه بر اونها فرض بود. لعلکم تتقون، تا شاید شما به تقوا برسید. تقوا را اگر در یک دید کلی از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم، عبارت است از رسیدن انسان به یک درجه بسیار بالایی از اخلاق و ارتباطات مناسب و درست اجتماعی، ضابطه‌مند شدن و منطقی شدن ارتباطات انسان با محیط پیرامونش، با خودش، با جامعه، با خانواده و با تمام اشیاء و اجزا و افرادی که او در ارتباط هست. در مجموع یعنی سامان بخشیدن و مرتب کردن و منظم ساختن ارتباطات انسان هست با همه ابعاد. در بعد کلی و اساسی این مطلب اگر اینی ارتباط را ما کمی ارزیابی بکنیم یا بررسی بکنیم، این است که یکی نظم بخشیدن یا به عبارتی سر و سامان دادن به این ارتباط است، یکی سر و سامان دادن بر مبنای یک قاعده و یک منطق است که اون منطق بر مبنای خصایص انسانی و تعالی شخصیتی انسان هست. یعنی به طور کلی روزه را در اسلام خداوند جل جلاله فرض کرده، همانندی که در امتهای قبلی فرض بود، به دلیل از اینکه انسان را ارتباطاتش، شخصیتش، اخلاقش، روحیاتش، عملکردش، معاملاتش، نشست و برخاستش، به عبارتی درآمدش و همه مسائل از این نظم و سامان ببخشه بر مبنای کرامت‌های انسانی و بر مبنای اخلاقیات اجتماعی که به درجه تعالی باید برسه. ما کسی را میتونیم مسلمان بگوییم که یکی از این فرایضی که در اسلام وجود داره به نام روزه، او را به صورت کامل بتونه رعایت بکنه و نتیجه این رعایت کردنش که قسمت مهمی که پس در او تأثیر مثبت و تأثیر نیک بگذاره و او را به سمت متقی شدن یا به سمت او انسان بهتر شدن یا انسان به عبارتی به معنای انسان شدن باید ببره. در صورتی که یک شخصی به دستورات اسلامی عمل نمیکنه، خو اصلا بحث جداگانه است که او مثلا در چارچوب دایره اسلام ممکن است نباشه. کسی که به دستورات اسلامی عمل میکنه مثل روزه، اینجا باز یک مطلب اساسی پیش میاد که چقدر این می عمل کردن به این دستور در شخصیت از او، در وجود از او، در کنش و واکنش های از او تاثیر میگذاره، آیا تاثیری میگذاره یا نه.
اگر تأثیری گذاشت میگیم شخص در این اعتقاد خود خالص است، به درجه خلوص رسیده، اعتقادش واقعی است و اعتقادش به عبارتی منطقی است، معقول است، اعتقادش پذیرفته شده است، درک شده است. شخصی که در او تأثیر نمیگذاره این عباداتش به این معناست که اعتقاد از او بیشتر ارثی است، میراثی است، به عبارتی اکتسابی نیست و او شخص توتیوار فقط تقلید میکنه یک تعداد اعمال را و در نتیجه تأثیری بر روی از او نمیتونه بگذاره. مثل از اینکه شما وقتی یک کتاب را پیش روی یک انسان میگذارین، چون انسان مطالب از او را درک میکنه، وقتی که میخونه او را یاد میگیره، بر فرض مثال الف و ب را وقتی که به یک انسان یاد میتین، میتونه امروش کلمه آب بسازه، به خاطر اینکه درک کرده، توانایی استفاده از این داره. اما زمانی که به یک توتی فقط الف یاد میتین و فقط ب یاد میتین، او فقط الف و ب یاد داره، هیچ وقت با او کلمه آب یا کلمه با یا کلمه‌های دیگه ساخته نمیتونه، به دلیل اینکه او کلمه را درک نمیکنه، اون کلمه را فقط حفظ میکنه. بسیاری از افراد چه در اسلام و چه در ادیان مختلف فقط اعمال مختلف یک دین را حفظ میکنن، اعمال مختلف یک دین را فقط تقلید میکنن، دلیل لزوم و هدف از او را معمولا مورد ارزیابی قرار نمیدن. میام سر فاز دوم مطلب. خب وقتی که این قاعده فرض شده بر مسلمان ها، در افغانستان هم تقریبا 99% مردم مسلمان هستند و این اعمال را هم انجام میدن، نسبت به بسیاری از کشورها میزان روزداران در افغانستان به شدت بالاست. خب تأثیرات از این چقدر است؟ وقتی که شما تأثیر را میین در جامعه میخواین ارزیابی بکنین، به لحاظ اخلاقیات، به لحاظ برخوردها، به لحاظ کنش و واکنش ها در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ابعاد مختلفش، میبینین ما به شدت دچار مشکل هستیم. دلیلی است که پذیرش اینمی قاعده، پذیرش اینمی عبادت یک مبنای منطقی و یک مبنای معقول و درک شده با هدفی که برای طراحی شده در بین مردم ما وجود نداره. افراد فقط ابتدای ماه رمضان وارد میشن، روزه میگیرن، ماه رمضان خلاص شد، عید میکنن. مفهوم از این نمیفهمن که این 30 روز چه کار باید با ما میکرد که حالا این کار با ما به عبارتی شده و ما در نهایت به عید رسیدیم و ما باید عید بکنیم، خوشحالی بکنیم، جشن بگیریم. کسی که به عبارتی تغییر مثبت درش ایجاد شده او هم عید میکنه، کسی که تغییر مثبت درش ایجاد نشده او هم به عبارتی عید میکنه. حتی بعضی از افراد در ماه رمضان برای خود یک سری دلایل غریزی هم میتراشن که هر عمل منفی که از اونها سر میذارن میگن خیر از رمضان است دیگه، برای خود یک توجیهی هم میسازن که متاسفانه این با مبنا و با مفهوم رمضان به شدت دچار تضاد و دچار تقابل میشه. خب وقتی که رمضان را حالا در بعد روانشناسی بیاریم در خود جامعه، اولین مطلبی که رمضان باید ایجاد بکنه در ارتباطات اجتماعی از لحاظ ارتباط شناسی یا از لحاظ شخصیت شناسی، اولی است که ارتباط یک انسان را با محیط پیرامونش بر مبنای رحم و بر مبنای عطوفت برقرار بکنه، به دلیل از اینکه انسان موجودی است از طرف عقلانی، اما از طرف دیگه موجودی است با احساسات عالی و پاک بسیار بالا، و این احساسات پاک عالی بسیار بالا در نتیجه باید بتونه باعث ازی شوه که افرادی که ضعیف‌تر هستند به وسیله افراد قوی‌تر بتونن دستشان گرفته شه و رشد بکنن. اگر ما فضای حیات وحش رو سعی بکنیم، معمولا ضعیف‌ترها به وسیله قوی‌ترها خورده میشن، نابود میشن یا از بین برده میشن. اما یکی از تفاوت‌های انسان با سایر موجوداتی است که ضعیف‌تر به وسیله قوی‌تر حمایت شود، ساپورت شود، در حقیقت پشتیبانی شود که او هم رشد بکنه. ما این مبارک رمضان یکی از این زمیناست. مثلا وقتی که افراد صدقه فطر پرداخت میکنن، وقتی که اطعام میکنن، وقتی که کمک به فقرا میکنن، وقتی که طاعات و عبادات خدا به یک نحو خاصی انجام میتن، وقتی که در نمازهای جماعت به عبارت توجهشان بیشتر میشه، حتی یک نماز دیگه به نام نماز تراویح در شبها به عبارتی به عنوان یکی از حالا سنت ها بگوییم دور هم جمع میشن، زمینیشی است که اینمی ارتباط، روابط و نشست و برخاست یا کنش اجتماعی افراد را با هم دیگه بهبود ببخشه و اونها را مدت زمان بیشتری در کنار یکی دیگه نگاه بکنه. حتی اگر حالا از دید روانشناسی بمی مثلا رکعت های نماز تراویح سعی بکنیم، هر 4 رکعت یک دفعه مثلا میشینن یک دعای است و این حرفا، به دلیل از این که صرفا شما مشغول همون خود به عبارتی نماز نباشین و فرصت اینمی صحبت و کنش و واکنش با دیگران رو داشته باشین، در ختمایی که شرکت میکنن، در افطاری هایی که صورت میگیره، در ای که افراد مثلا میان به روزدارها خرما تعارف میکنن یا مثلا اونا رو به افطار دعوت میکنن، همه گزی زمینه هایی است که اینمی ارتباطات رو شکل بده و از طرف دیگه ضعیف تر به وسیله قوی تر حمایت و پشتیبانی شود. خب استاد اگر موافق باشین ادامه صحبت ها رو بعد از یک مین برنامه خیلی کوتاه ادامه میتیم. خب بین عزیز سالم یک وقت خیلی کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه، ما رو همراهی کنید.
دوباره خوش آمدید در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم. بیننده های عزیز اگر شما کدوم پرسش دارین میتونین به شماره تماس 0220-2093 تماس بگیرین. خب استاد ادامه صحبت ها رو بشنوید. پس وقتی که روزه گرفته میشه توسط مسلمان ها همگی علاقمند ازی هستن که طاعات و عباداتشان به درگاه خداوند قبول شوه. آخر رمضان که میشه یک ارزیابی بسیار منطقی افراد از اعمال خود وقتی که انجام بدن، از شخصیت خود انجام بدن، میتونن متوجه شون که آیا امی طاعات عبادات ما به درگاه خداوند قبول شده یا نشده. چطور؟ میایم در یک فاز دینیش دوباره. پیامبر علیه الصلاه و السلام در یک حدیثی میگه که انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا کرامت های اخلاقی را به درجه نهایتش برسانم. پس مفهوم و مبنای اصلی اسلام اخلاق است. عبادت هایی که در اسلام وجود داره هم مبنایش باید اخلاقی باشه و قطعا هست. بله. پس وقتی که شما یک عبادتی را انجام میتین، باید در اخلاقیات شما و در شخصیت شما، ارتباطات شما با محیط، با خانواده، با خدا، با خودتان و با جامعه ایتان باید تغییرات ایجاد بکنه. ببینید شکل بسیار ساده‌ای است. مثلا نماز. میگیم نماز بخونیم. صرفا مردم اکثرا ذهنیتش نیست خب همین نماز بخونیم که خدا سر ما قهر نشه و سر ما عذاب روان نکنه. در حالی که در قرآن میفرماید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از فحشا و از منکرات دور نگاه میکنه. خب اگر یک کسی به عبارتی نماز میخونه، صرفا انجام وظیفه میکنه، ولی گرفتار فحشا و منکرات از به این معناست که فقط انجام وظیفه میکنی، یعنی اون تأثیری را که باید بگذاره، اون مفهوم واقعی که در نماز وجود داره هنوز در زندگی تو وارد نشده. مثل که یک جای بعضی از اعراب میگن که ما ایمان آوردیم. در آیه 14 سوره مبارکه حجرات خداوند به اینا خطاب قرار میده. قالت الاعراب آمنا. عده ای از بیابانگردا گفتن که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا. ای پیامبر تو اونها بگو شما هنوز ایمان نیاوردین، ولکن قولوا اسلمنا. بگین ما فعلا مسلمان شدیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنوز ایمان در قلبتون وارد نشده. پس وقتی که اعمالی را انجام میدیم، مخصوصا اعمالی که در دین اسلام به عبارتی او فرض شده یا واجب شده یا سنت است یا مثلا شکل‌های مختلف دیگه مستحب اینا هست، اگر به لحاظ اخلاقی در انسان تأثیری و تغییری و به عبارتی تفاوت مثبتی ایجاد نکنه، به این معناست که او عبادت در زندگی ما نتونسته که تأثیر خوبی داشته باشه و ما هنوز او را درست درک نکردیم. در مجموع اگر ساختار اجتماعی جامعه افغانستان را ما سعی بکنیم، متاسفانه به دلیل اینکه اعتقادات بیشتر ارثی و میراثی است، تأثیرات این عبادت‌ها در جامعه ما بسیار ضعیف است. در حالی که در بسیاری از کشورها و جامعه دیگه وقتی که میریم، تأثیراتش بسیار مثبت و مفید خود نشان داده. مثلا در کشورهای غیر اسلامی، مثلا کشور ایالات متحده آمریکا یا مثلا کانادا یا بعضی کشورهای اروپایی را که سعی می‌کنین، ماه مبارک رمضان که میشه، اکثرا مسلمان‌هایی که در اون کشورها هستن، مسلمان‌های عاقل هستن، یعنی مسلمان‌هایی هستن که تمام مناسک و تمام اعتقادات خود در محک عقل می‌سنجن و در اعمال و رفتارشان اینمی عبادت‌هایشان نمایان هست. بنابراین غیر مسلمان ها هم بلافاصله به عبادات از اینها، به زمان های عبادت و اطاعت از اینها احترام میگذارن. مثلا شما کانادا را سعی بکنین که مثلا مردم کانادا وقتی که مسلمان ها اونجا که روزه میگیرن، دیگه مردم غیر مسلمان ها یک احترام خاصی به اینا قائل میشن و یک به عبارتی موقعیت خاصی را برای اینا ایجاد میکنن. حتی مثلا بعضی کلیپ ها را میدیدم در بعضی از کشورها که مثلا مردم غیر مسلمان ها خبر داشتن که مسلمان روزه داره، وقتی که یعنی ارتباطات نیک، برخوردهای نیک از او را دیدن، زمانی که او در تایم روزه هست، غذا یا آشامیدنی را که شخص مثلا میخواه تناول بکنه یا بیاشامه، در پیش روی این مسلمان او را این کار انجام نمیده. حتی گاهی وقتا به اون حس همزادپنداری که ایجاد میشه، اصطلاحا در روانشناسی حس همزادپنداری برش میگن، شخص مثلا میبینه که یک نیم ساعت به وقت افطار مانده که اینمی مسلمان منتظر است که بعد این نوشیدنی را مثلا بنوشه یا مثلا غذای را تناول بکنه، میاد کنار از اون میشینه صبر میکنه همراه با او تا اینکه زمان افطار برسه. یا وقتی که میبینه که مسلمان ها بر فرض نماز میخوانن، گرچه او مسلمان نیست، ولی به احترام نماز از اینها او هم میاد به عبارتی یک جای دیگه قسمتی به محالت نماز مسلمان ها میشینه. چرا؟ چون اینمی رفتار نیک و رفتار پسندیده و اثر مثبت اینمی عبادت از زیره در زندگی از او شخص مشاهده کرده. اما فکر کنین اگر اثر منفی از عبادت می شخص ببینه، این شخص مثلا یک عبادتی را انجام میده، بعد آدم عصبانی تری میشه، آدم بد برخوردتری میشه، آدم خدا نخواسته بد اخلاق تری میشه. اونا نه تنها با این همزادپنداری و همدردی و همراهی نمیکنن، بلکه شروع میکنن به او انتقاد کردن، به او اعتراض کردن که این چه عبادتی است که تو را انسان بدتری میسازه. عبادت ها برای این است که انسان به یک موجود بهتری تبدیل بکنه، به یک موجود کاملتری در مسیر کمال به عبارت تبدیل بکنه.
وقتی که در جامعه میم زمان بیشتر اشاره کردم، چون درک از دین، درک از این مسائل، درک از اعتقادات اکثرا ارثی و میراثی است، به همین دلیل افراد در تأثیرات اجتماعی یا در تأثیرات روانی رمضان در زندگی خود دچار مشکل هستند. بله. اول مطلبی است که به شدت دچار قیمتی و گرانی میشن، یک مطلب. دوم مطلبی است که خرج و مصرفشون در ماه رمضان افزایش پیدا میکنه، دردسرها و جنجالهایشون افزایش پیدا میکنه، بی‌حوصلگی و بی‌طاقتی و جنگ و دعوا افزایش پیدا میکنه. با کوچکترین مطلبی که در جامعه ایجاد بشه شما میبینید که دیگه همه این مسائل از یادشون میره. مثلا در اسلام از بعد اجتماعی اگر نگاه بکنیم، پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه که اگر شما در زمانی که مثلا روزه هستین، قبل از اون که مثلا میگه غیر از این که شما در زمانهای دیگه که روزه هم نیستین، اگر یک کسی با شما برخورد منفی میکنه و شما عصبانی میشین، پسندیده و نیکی است که شما خشمتون رو بنشانین. و بهترین راه حل هم است، پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه که شما زمانی که عصبانی هستین سکوت بکنین، در وقت عصبانیت نمیتونین هیچ حقی را به عبارتی محقق بسازین. در ماه رمضان اصلا میگه اگر کسی به شما بد گفت، ناسزا گفت، شما فقط بهش بگید که من روزه هستم. یعنی روزه در من تأثیری گذاشته که من این الفاظ بد یا مقابله من مثل نمیکنم یا به عین خودت امرای تو برخورد نمیکنم. اما در افغانستان ببینید، دمی چند روزی که در پارلمان جنجالایی که پیش اومد، یا یک مطلبی را کسی در فیسبوک منتشر میکنه، یا یک گپی میشه، یا مثلا فلان مقام دولتی خوشمان نمیاد، یا فلان مقام در فلان مثلا وزارتخانه یا مثلا در یک سازمان خوشمان نمیاد، فراموش میکنیم اینمی روزه و رمضان و طاعت عبادات دیگه پاره به یک سره، مثلا به یک باره با الفاظ رکیک، با الفاظ بسیار بد، با الفاظی که همه جوره در همه مکاتب اخلاقی و انسانی او محکوم هست، ما اینا رو به کار میبریم و غیبت در بین ما به شدت زیاد هست، حسادت و کینه در بین ما زیاد هست، به عبارت چشم و همچشمی اینا در بین ما بسیار متاسفانه زیاد هست. دلیل و مفهومش این است که ما صرفا در جامعه خود عبادت ها را تقلید میکنیم و فقط رفع تکلیف میکنیم. وقتی که رفع تکلیف میکنیم، اثرش متاسفانه در جامعه نمیتونیم به صورت واضح و به صورت مشخص و به صورت پررنگ مشاهده بکنیم. به منظور از این مطلب در جامعه چه اتفاقی باید بیفته؟ تا زمانی که طاعت ها و عبادت ها در یک جامعه به جنبه عقلانی و به ادراک انسان تبدیل نشه، اون نمیتونه که اثرات اجتماعی مثبت داشته باشه. میخواستیم به این نقطه برسیم. زمانی که فقط تقلید صورت میگیره، مثل پیشتر تو تیره که گفتم، فقط رفع تکلیف است، اخلاصی در او وجود نداره. مثلا ببینید نمونه خیلی سادهش، حضرت آدم علیه السلام دو پسر داشت، خدا برشان گفت که به درگاه من قربانی بکنین. اینه که خداوند حکایتش در قرآن آورده، مثال میگه. پس هر دو قربانی به درگاه خداوند هدیه کردن، یکیش در کار زراعت بود، بهترین مال زراعت خود، حالا بر فرض مثال، یا باید از بهترین مال زراعت خود به درگاه خداوند پیش میکرد، دیگهش در کار مثلا مالداری بود، بهترین مالی را که داشت رو باید به درگاه خداوند پیش میکرد. اما یکی از اینها اما بهترین مال خود پیش میکنه که او حابیل هست، دیگری میگه که خداوند خود نیاز نداره و حرفا، یعنی درک و مفهوم اخلاصی در درون وجودش وجود نداره، اما پسترین و ضعیفترین و بدترین مال خود به عنوان قربانی یا به عنوان نذر پیش میکنه. خداوند از اویی که با اخلاص بوده از او قبول میکنه. بعد وقتی میبینه که از او قبول کرد، از این قبول نشد، عصبانی میشه، قال لاقتلنك، من تو را میکشم. برادرش حابیل برش میگه که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از انسانهای با تقوا قبول میکنه. انسان با تقوا چی است؟ حسن نیت داشت نسبت به اینمی مال و اموال زندگی خود، حسن نیت نسبت به خداوند خود. یعنی گفتم به تقوا که برسیم، منظور اینمی، یعنی وقتی که به تقوا رسیدی، خداوند از تو قبول میکنه طاعاتت، عبادتت، به عبارتی خواسته ها و دعاها و همه چیز رو قبول میکنه. همین روزه گرفتن اهمیت زیادی داره در زندگیمون، همین که عبادت میکنیم، نمازمون رو به درگاه پاک پروردگارمون ادا میکنیم، ارزش زیادی داره. پس خصوصا بعضی از افراد هستن، درست است، میدونن از اینکه چی اهمیت داره عبادت کردن از پروردگارمون، روزه گرفتن در زندگیمون. فقط ما یک فرصتی داریم که ماه بخشش است و ما بخشش بخوایم از طول 11 ماه که گناه هایی انجام داریم، هم بعضی از افراد انجام نمیتن، همین ماه در ماه بخشش پروردگارمون اصلا توبه نمی داشته باشن، اصلا کارهایی را که منع کردن در ماه مبارک رمضان انجام میتن. پس به خاطر اینکه هرج گذاری داشته باشیم به این ماه مبارک رمضان، چی باید کرد؟ کدام راه ها را باید به پیش گرفت؟ مهمترین مطلبی است که بعضی وقتا انسان اینقدر در مسیر شقاوت و بدبختی و گمراهی حرکت میکنه که به یک جایی میرسه که دیگه امیدی به بازگشتش نیست. به همین خاطر حتی توفیقی نمی توبه کردن، توفیق بازگشت پیدا نمیکنه. یک مثال بسیار ساده، تقریبا هر ماه رمضان ما و شما می سریال حضرت یوسف علیه السلام می بینیم. برادرای حضرت یوسف گفتن که این میال محبت پدر ما را یوسف به خود اختصاص داده. یوسف از اینجا گم میکنیم،
هر بلایی که سرش آوردیم یا کشتیم یا مثلا به عبارتی از این منطقه دورش کردیم، از پدر دورش کردیم، بعد از او توبه میکنیم. ولی شما میبینید تا زمانی که دوباره حضرت یوسف به عنوان عزیز مصر انتخاب شده و اینا ریش سفید شدن اکثرا خودشان هم، وقتی که میبینید تا او زمان خداوند توفیقی نمی توبه را بر از اینا نداده. چرا؟ چون بار سنگین گناهی را که اینا حمل میکنن و ای که اینا از خداوند فاصله گرفتن و به هوای نفس، به شیطان و مسائل دیگه توجه بیشتر کردن، بنابر این زمینه اینی می توبه کردن پیدا نمیکنن. یک مثال بسیار ساده، شما درآمد ماهانه تون بر فرض مثال از 10000 افغانی، از یک جایی از یک کسی قرضدار میشین، قرضدار مثال امو گناهان بد میگم، تا 10000 افغانی که قرضدار شین میتونین ماش آخر ماه که ماشتون گرفتین قرضتون رو پرداخت کنین. در اول ماه میگین که الحمدلله درست است زندگیم با مشکل مواجه است ولی قرضدار نیستم، ولی ماشتون 10000 افغانی است، یک دفعه شما یک لک قرضدار میشین، دیگه از توان شما خارج است که اینمی به عبارت یک لک افغانی رو پرداخت بکنید. چون اگرم بخوای که اینمی آدم یک لک افغانی شه، بتونی مجبور از کسی قرض کنی. اینمی قرض کردن مثال اونم گناهای انسان است. گاهی وقتا گناهای قدر سنگین میشه، اینقدر حجمش زیاد میشه، این تو نیست که مثلا بگیم خب این فلانی 10000 گناه کرده، فلانی مثلا 3 گناه کرده، خب فلانی که 10000 گناه کرده او دیگه بسیار غرق هستی که 3 گناه کرده ای دیگه خیلی زود میتونه مشکل حل بکنه. ده اینجا حجم و وزن گناه هاست. بعضی گناه های قدر عظیم، مثلا یک کسی رو کشته، کسی رو کشته، بعد فکر میکنه خب یک نفر رو کشتیم دیگه توبه میکنم برمیگردم، در حالی که به این راحتی نیست. خدا میگه که اگر شما یک انسان رو بکشید مثل تمام بشریت کشتی، وزن گناهش قدر زیاد میشه این شخص که دیگه امکان توبه پیدا نمیکنه. یکی از دعاهایی که میشه ما باید در ماه رمضان هم به درگاه خداوند داشته باشیم این است که خدایا هیچ وقت توفیق توبه و توفیق بازگشت از ما را نگیر. یعنی تو نشه خدای نخواسته یک وقت پای ما بلغزه، یک اشتباه و یک گناهی بکنیم، توفیق توبه هم از ما گرفته شه که دیگه برگشته نتونیم. مستاق همون کسایی شیم که میگه که در قلبشان قلف است یا قلبشان مریض است، که حتی خداوند به پیامبرم میگه در سوره مبارکه بقره در صفحه دومش میگه که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسایی که کافر شدن، یعنی به او درجه کامل انکار رسیدن، دیگه برازو فرقی نمیکنه که تو واره هشدار بدی یا انذار بدی یا اونا رو دعوت بکنی، اونا ایمان نمیارن. میگه که اونها بر چشمهایشان هم پرده انداخته شده، به گوشهایشان هم پرده انداخته شده و قلبهای از اونها به عبارتی بر از اونها قلف خورده. پس این کسی که توفیقی توبه را پیدا نمی‌کنه. اما کوتاه عرض کنم کسایی که در ماه مبارک رمضان اینمی طاعات و عبادات را انجام میدن، اگر طاعات عبادت تا خالص نکنی، اگر تاثیرات اجتماعی اینمی رمضان، تاثیراتش در خانواده، در شخصیت خودت، در ارتباطات محیطی و پیرامونیت با خدا، با طبیعت، با جامعه، با همگی بهبود نبخشی، به معنای عزیز خدا از تو قبول نمیکنه. اما اگر خدا از تو بخوای قبول بکنه چی باید بکنی؟ وقتی که طاعت و عبادات تا خالص کردی، متوجه اعمال و رفتارت بودی، عصبانیت تا پیشروش گرفتی، افکار بد، گفتار بد و کردار بد را پیشروش گرفتی، در وقت تو به درجه تقوی رسیدی. وقتی که به درجه تقوی رسیدی چی میشه؟ و من یتق الله، کسی که به درجه تقوی الهی رسید، یجعل له مخرجا، او جایی که راه بسته است خدا بر تو یک راه باز میکنه. یرزقه من حیث لا یحتسب، برات میرسونه از اون جایی که هیچ فکر نمیکنی. و این دعا رو هم باید بکنیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. وقتی که به این مرحله رسیدیم، بازی دعای ما که هم دنیای ما خوب میشه و هم آخرت ما خوب میشه قبول میشه. برنامه تشریف آوردین، تشکر از صحبت های خیلی نکتان. خب عزیزان، اگر در ذهن هایتون جایگزین بکنین هی که همیشه با تقوا باشیم و همیشه از کارهای زشت و ناسازا کنار بیاییم. این بود برنامه امروز تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد و رسم زندگی دیگر، همه شما رو برای یک تا بیانتون امانت میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.